بلافاصله بعد از عملیات فروغ جاویدان، هنوز یکی دو روز از عملیات فروغ جاویدان نگذشته بود، من با دوست بسیار خوبم یادش بخیر مجاهد شهید علی محمد سفری تصمیم گرفتیم بریم تو صحنه. صحنه کجا؟ صحنه عملیات فروغ جاویدان. هدف از رفتنم صادقانه بگم کمک مجاهدین تو نقطه نبود، هدف جمع‌آوری سلاح بود. خودم نیاز به سلاح داشتم، با دوستم علی محمد تصمیم گرفتیم بریم برای جمع‌آوری سلاح. با مشکلات زیادی مواجه شدیم چون رژیم منطقه رو بسته بود، تنها جاده‌ای که وجود داشت جاده آسفالته بود، نیروها موزره خودش رو چیده بود تو تونل رینو و اجازه نمیداد بریم. وقتی رفتیم، حالا از تضاداش بگذاریم، وقتی رفتیم تو صحنه، واقعیتش با صحنه‌های مواجه شدم که واقعا زبان از گفتنش قاصره. تو بعضی جاها خودروهای زیادی سوخته بودن، اجساد زیادی افتاده بودن از دو طرف، هم از مجاهدین هم از مزدورای رژیم. حالا شناخت ما هم فقط به لباس ها بود، چون من خودم نظامی نبودم، علوم نظامی هم نداشتم، ولی صحنه ای که بود گویا یک درگیری های سنگینی تو منطقه بود. بعد ما همینجوری که داشتیم با هم میرفتیم، حالا شرایطی بودیم که واقعا مستمر گشتای رژیم و پشتیبانی رژیم، نیروی پشتیبانی رژیم مستمر از این جاده به سمت کرن میرفتن، تا رسیدیم به یه صحنه‌ای که واقعا از نظر خودم این صحنه خیلی برای خودم تکون دهنده بود و همین صحنه باعث شد که سرنوشت خودم تغییر کنه. من تصمیم نداشتم واقعا یک روزی به ارتش آزادی بخش بپیوندم یا یک روزی ضد این رژیم بشم، که حالا اشاره میکنم چی بود. صحنه از این قرار بود که رژیم اومده بود، خب خیلی از جسدهای مجاهد خلق، جسد شهدا، خیلی هاشون طوری زخمی شده بودن که مثلا متلاشی نشده بودن. به طور مشخص صحنه دیدم از یک خواهری و مزدورای رژیم اومده بودن با سلاح مثل RPG اینا رو مسله کرده بودن. این اون صحنه بود که واقعا هم من و هم مجاهد خلق علی محمد رو خیلی دگرگون کرد. دیگه برای اون تصمیمی که گرفته بودیم که جمع‌آوری سلاح بود منصرف شدیم، واقعا مجبور شدیم یه تقریبا یکی دو کیلومتر دیگه بریم جلوتر، چون واقعا می‌خواستیم بفهمیم چیه بالاخره. اولین سوالی هم با دیدن این صحنه برای خودم وجود اومد که بالاخره اینا هر کی باشن، چون تا اون زمان تو مدارس، تو همه جا رژیم، تو نماز جمعه اینا میگفت که اینا منافقن، ما هم آشنایی نداشتیم با اینا. که این سوال برای خودم پیش اومد که بالاخره اینا هر کی باشن، قبل از هر چیز انسانن، چطور میشه یک انسان که مدعی مسلمان بودن میکنه بیاد به یک انسان اینجوری تنظیم کنه؟ تو اونجا بود واقعا تصمیم گرفتیم. حتی وقتی برگشتم به خونه واقعا اصلا آرام و قرار نداشتم. تصمیم گرفتیم هر طور شده به ارتش آزاد بخش بپیوندیم. و واقعا این صحنه های که از نظر من هر انسان آزاده اینا رو ببینه، به خدا قسم اصلا ذره درنگ نمی کنه، چه تو پیوستن به ارتش آزادی بخش، چه تو حقانیت راه ارتش آزادی بخش و حقانیت راه اون راهی که بچه های مجاهد خلق رفتن و برای شهید شدن. و خلاصه اینجا بود که همونجا توف و لعنت فرستادیم برای خمینی و دوتامون برگشتیم اومدیم ایلام. اگه بچه های ایلام حتما هم میدونن یک امامزادی هست تو منطقه سالاوات که خیلی معتبر تو منطقه، اومدیم اونجا، رفتیم به امامزاده علی صالح، با هم سوگند خوردیم. در اونجا بود که رفتیم اون امامزاده علی صالح
یه قرآن آوردیم، دوتامون دست گذاشتیم رو قرآن و سوگند خوردیم که راه این شهدا رو بریم، هرچی تو مسیر اومد باده بود. و تو همون جا بود که زمینه اومدن خودمون رو برای ارتش آزادبخش تدارک دیدیم و تصمیم گرفتیم به هر قیمت شده به ارتش آزادبخش رو پیوندیم. در ادامه این مسیری که داشتیم می رفتیم رسیدیم به یه تنگی، تنگه دو طرفش واقعا تنگ دیواره بلندی بود. ما با یه صحنه مواجه شدیم، این هم از اون صحنه‌ای بود که واقعا برای خودم واقعا قابل فهم نبود. تنگه‌ای که میگم سمت راستش یک درخت بلوط بود، روی این درخت بلوط یکی از این جسدای مجاهد خلقه که از این شهدا که خواهری بود و آستین سفید هم داشت از این چیز آویزون کرده بودن، از این درخت. تصور نمی کردم که چجوری میشه مثلا بالاخره این، ولی هدف از این صحنه، هدف از این که بیایی تو این تنگه، تنگی که واقعا خب هم مردم کرمانشاه و هم مردم ایلام زیاد از این تنگه عبور می کردن. جسد این شهید رو از درخت با پا آویزون کرده بودن و یک سرنیزه هم تو قلبش بود به صورت وارونه. عکسی هم که الان تو آرشیو مجاهد خلق است و تو همه جا تو شهرهای مختلف، تو کشورهای مختلف هم هست، این عکس اولین بار توسط دوست عزیزم مجاهد خلق، یادش به خیر، شهید علی محمد سفری گرفته شد. صحنه‌ای بود که خیلی دردناک بود، این بود که حالا کشتن اینا به دست مزدورا یک طرف و اینکه اینجوری اینو بیاری نمایش به نمایش بذاری. و از نظر خودم این تنها موضوعی بود فقط برای روحیه دادن به مزدورای رژیم، ولی تو هیچ ذهن هیچ انسانی جا نمیگیره که چجوری بیان یک زن مجاهد خلقو، یک جسد مجاهد خلقو اینجوری آویزان کنه.